به نام خدای یکیست و به غیر از او خدایی نیست و هر چه که هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. من چند تا شما سه چهار تا سوال فرمودید که حالا من دونه دونه خدمتتون عرض می‌کنم. اولا در مورد سیاست آمریکا، تا اونجایی که من میدونم اینها قصدشون براندازی حکومت جمهوری اسلامی نیست. حکومت الان در حال حاضر آقای ترامپ همون کاری که خود آقای ترامپ میزنه دائم، چرا حرف خودش رو گوش نکنیم؟ ایشون میگه که من آمدم که ایران رو تسلیم کنم، من آمدم میخوام دوباره بشینم صحبت کنم و یه قرارداد جدیدی رو با دولت جمهوری اسلامی ببندم. البته اصل قضیه‌ای که بین یکی از مسائل بسیار مهمی که بین ایران و آمریکا هست، مسئله وجود ایران در منطقه است که نه برای اسرائیل و نه برای عربستان سعودی اینها به قول من خوشاینده یا قابل تحمل، به خصوص اسرائیل. ما اصلا مهمترین مسئله ای که، من نمیگم که تنها مسئله است، ولی مهمترین مسئله ای که بین ایران و آمریکا وجود داره مسئله اسرائیل و مسئله این است که یکی از نکاتی که جمهوری اسلامی دائم روش تاکید میکنه نابودی اسرائیل و آمریکا هم که نمیخواد بذاره که اسرائیل نابود بشه، حالا به هزار و یک دلیل که اونا رو اگر خواستید لااقل چند تا دلیلش رو براتون عرض کنم. و اسرائیل و برادران یهودی ما در آمریکا نفوذ دارن و اینها از نفوذ خودشون استفاده میکنن و نمیذارن همچین اتفاقی بیفته. اونا هم سعی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه اسرائیل رو از بین ببره، اسرائیل هم داره سعی میکنه که از بین نره. این دیگه تای قضیه است. بعد دیگه برمیگردیم به مسائل قدرت ایران، چون کشورهای غربی اصلا نمیخوان که کشورهای منطقه قوی باشن و در نتیجه میخوان که این کشورها ضعیف بمونن و در اختیارشون باشه. در نتیجه اون چیزی که مهمه در حال حاضر در مورد مسئله ایران این است که اینها هدفشون این نیست که جمهوری اسلامی رو بردارن. حالا این اپوزیسیون و فلان و اینا هم که حالا بعدش با هم صحبت میکنیم، اینها میخوان از این موقعیت یه استفاده‌ای بکنن. درصد این اپوزیسیونی که در خارج از ایران متاسفانه وجود داره، هدف اونها هم درسته که اگر حالا مثل آقای رضای پهلوی که ایشون میگه که بیایید این غذا رو بگیرید بجوید تو دهن من بذارید شاید من قورت بدم یا ندم، شما اول برید جمهوری اسلامی رو بندازید بعد بیایید بگید که آیا شما جمهوری میخواید یا سلطنت میخواید که بعد ما بر اساس اون عمل بکنیم. ایشون رهبری در اینجا وجود نداره، رضا شاهی در اینجا وجود نداره. در نتیجه اگه برگردیم سر اصل سوال شما، دولت آمریکا در حال حاضر هیچ قصد سرنگونی جمهوری اسلامی رو نداره، قصد تسلیم جمهوری اسلامی رو داره. میخواد انقدر روی جمهوری اسلامی فشار بیاره که جمهوری اسلامی رو به خواسته های خودش که از همه مهمتر از اون قضیه اتمی انقدر به نظر من اهمیت نداره که قضیه، نمیگم که نداره ها، اینا همه نسبیه، ولی اصل قضیه وجود ایران در منطقه و خطری است که ایران برای اسرائیل و عربستان سعودی ایجاد میکنه. حالا بیایم سر قضیه سعودی ها هدفشون تجزیه ایرانه و این مدارک ویکیلیک و اینا که رو شد مثلا 10 سال پیش و اینا دائم در اومد که اینا دائما به آمریکایی ها فشار می آوردن که شما باید بیایید به ایران رو تجزیه کنید و در همونجا فقط دو مملکت بودن که مخالف تجزیه ایران بودن، یکی خود آمریکا بود یکی اسرائیل. در نتیجه اینا حالا چیزایی است که مدارکش وجود داره، مدارکش چاپ شده، این فرق داره. در نتیجه الان اتفاقی که خواهد افتاد به خاطر این تحریم ها و این فشار ها اینه که هر روز مردم فقیرتر و فقیرتر و فقیرتر میشن. این اصل قضیه است. ولی آیا جمهوری اسلامی سقوط بکنه؟ خب من تا اونجایی که خودم با ایران صحبت میکنم و اینا هنوز همچین خبری نیست. و اینی هم که من حالا در به خصوص وقتی برمیگردیم به انقلاب، در زمان انقلاب ارتش شاه رو فراخونوم خونسا کرد، ساواک شاه رو فراخونوم خونسا کرد، رادیو تلویزیون ایران دست مخالفین شاه بود یا دست همین پسردایی ما آقای قطبی بود که ایشون کمونیست بود. و در نتیجه این همچین مسائلی امروز در ایران وجود نداره.
در نتیجه سپاه هست، ارتش هست، معذرت میخوام قوای انتظامی هست، رادیو تلویزیون هم که حتما در اختیار مخالفین نیست. در نتیجه اینا وجود نداره. در نتیجه تنها اتفاقی که الان میفته این است که مردم فقیرتر و فقیرتر و فقیرتر میشن تا بعد ببینیم چطور میشید. ولی اگه این مسئله بخواد اتفاقی بیفته، متاسفانه ممکنه که به تجزیه ایران که خواست برادران عرب ما هست بکشه. حالا میخواید راجع به اپوزیسیون هم یه چند دقیقه صحبت کنم یا ببین اپوزیسیونی در حقیقت در خارج، چون من دیگه از روزی که آمدیم اولین از ایران بیرون اولین اپوزیسیونی که خود من با شاه درست کردم که در حالا تو اون کتاب من و خاندان پهلوی و اینها همه اینا هست، این اپوزیسیونی به معنای واقعی در ایران در خارج از ایران وجود نداره. عده زیادی مخالفن ولی اینا همه اولا با هم مشغول دعوا هستن. هیچ کدومشون این، وقتی ما به تاریخ دنیا نگاه میکنیم شما احتیاج دارید به یک آدمی که فرق داره. مثلا یه گاندی میاد یه دفعه انگلیسا رو از هندوستان بیرون میکنه، یا اون آقای که در آفریقای جنوبی هم آقای مندلا میاد یه آدمه، ولی رضا شاهه که میاد مثلا ایران رو حفظ میکنه. خود آقای خمینی، اگه خود آقای خمینی نبود این انقلاب در ایران صورت نمیگرفت. در اینجا یک آدم هست و اون آدم الان در حال حاضر در اپوزیسیون ایران وجود نداره. آقای رضا پهلوی آدم ضعیفیه، من که ایشون رو از بچگی میشناسم، باهاش سالها زندگی کردم و ایشون اون قدرت رو نداره و بعد اون خواست رو نداره. اینی که میاد مثلا من برای شما گفتم تو مصاحبه های مختلف بعد از اینکه من در سال 85 میلادی به ایشون گفتم که آقا من سلطنت طلب دیگه نیستم و ایشون از من خواست که باهاش بمونم به عنوان دوست، و حالا البته بازم در کارهای سیاسیشون یه مقداری دخالت میکردم ولی به طور خیلی محدود. بعد ایشون میامد نطق میکرد. اینا یه چیزاییست که من دیدم دیگه، معذرت میخوام، لازم نیست که آدم بشینه. و ایشون میامد نطق میکرد که آقای اون وقت آقای خمینی زنده بود، هرچی فوش بود به آقای خمینی و جمهوری اسلامی میداد، بعد میامد این اتاق و میگو ولم کنید ولم کنید، احمد به دادم برس. احمدم یعنی من. و منم به از ترس این که نگن که من نظر رضا شاه دوم رو از سلطنت زدم هیچی نمیگفتم، احمد اویسی و اینا میریختن دورش که تو دین داری، تو باید بکنی تو، ولی اینجوری نمیشه. بعد برای مثال، بعد این مسئله شجاعت میخواد که اینا هیچ کدوم ندارن. اینا یه دکونیست در خارج درست کردن، از این بر اون بر پول میگیرن و این برای این مسئله رو برای ایران حل نمی. مسئله ایران خیلی خیلی پیچیده تر و خیلی عمیق‌تر از این بچه بازی‌هایی است که در خارج در حال حاضر به عنوان اپوزیسیون وجود داره. در نتیجه بعدم تمام این سازمان‌های امنیتی دنیا، از خود سازمان امنیت ایران گرفته تا آمریکا تا انگلیس تا اسرائیل تا اینا، همه آدم دارن. شما اگه من فکر می‌کنم آدمای اینها رو بردارید از هر گروهی، از هر گروهی به قرار 3-4 نفر نمونه. و اینا هم اونجا نیستن برای براندازی جمهوری اسلامی، برای اینا، برای هر کی برای منافع خودش داره حرکت میکنه. ولی در هر صورت من همیشه حالا تو همین مصاحبه های مختلف هم عرض کردم که تا خودمون رو درست نکنیم هیچی درست نمیشه. و خداوند هم در قرآن در سوره مائده آیه 105 میفرماید که ای اهل ایمان، شما ایمان خودتون رو محکم نگه دارید که اگر تمام دنیا هم نابود بشه ایمان شما رو حفظ میکنه. پس به صورت اگر حتی شما خودتون رو درست کردید، همون خودتون درست کردن شما رو حفظ خواهد کرد. یعنی احتیاجی نداره که تمام مملکت درست شه، ولی خب انشالله که هر فرد مملکت خودشو درست کنه و مملکت کلا درست بشه. ببخشید. مثلا میگه شما میفرمایید مثلا ممکنه این براندازی رو آقای رضا پهلوی انجام نخواهد داد، چون ایشون اولا سازمان نداره. شما اول باید معذرت بخوام یه چند تا گروه داشته باشید، چند تا چیز داشته باشید. اینجوری اولا ایشون سازمان نداره، دو آدمای ببینید ما
وقتی که من ایشون از من خواست، آمد به من گفت که احمد بیا من از دست مادرم نجات بده، دیگه این عین جمله، که من رفتم به قاهره. در اون زمان مثلا اینا آمده بودن یه آدمایی مثل آقای معینیان و آقای رامبد و آقای همین امیر طاهری و آدمای خیلی استخونداری، آقای قاسمی، و آدمایی بودن که اینها آدمای استخونداری بودن. ولی خب همین آقای شهریار آهی که الانم با ظهور کرده اینا، که خودش دائما به من میگه من مأمور CIA هستم، منم بهش گفتم آقا نگو انقدر، فردا اگه رفتم ایران میگیرم پدرتو در میارم. و تازه متوجه شده بود که اینی که بگه مأمور CIA هستم بده، معذرت میخوام. یعنی اینا فهمشون در این حده. و اینها یه مش آدم خود فروخته و وطن فروش، یعنی اونایی که الان میان پول میگیرن که ایران رو تجزیه بکنن، اینا دیگه اسمشون واقعا وطن فروش. با این آدم ها شما باری بار نخواهد شد، اما آمدن یه پولی بگیرن، یه خرجی بکنن و برن. این من و بعد من که تمام این مسائل رو نوشتم، بعد حالا من یه چیز دیگه هم یه دفعه به فکرم رسید، حالا برای شما هم تعریف میکنم. همین قضیه حالا بعد از اینه که تازه من هم گفتم که من سلطنت طلب نیستم، در سال 86 این آقای نیکسون که رئیس جمهور آمریکا بود، آقای جان کانلی رو فرستاد پیش ما که آقا الان هم اونا موقع میخواستن که جنگ ایران و عراق رو به هر صورتی تمام بکنن، و گفتن با یک برنامه احتمالی هم درست کنیم اونجا بذاریم که ایشون بره به کیش، ما بریم به کیش، و به کیش چیز هوایی، چی میگن، پوشش هوایی و دریایی بدن، کیش بشه ایران آزاد، بعد از اونجا دیگه کم کم نیروی دریایی به پیونده، نیروی هوایی به پیونده، و مملکت خلاصه سقوط کنه. خب من این حرف رو با آقای رضا پهلوی زدم و ایشون گفت خیلی خوب و برید، و بعد رفتن. چه منم بهشون گفتم و رفتن، این جنرال والترز که اون وقت سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، اینا رفتن و یک طرحی رو ریختن و طرحو دادن به من که ببرم پیش ایشون. حالا بعد از 4 ماه، بعد از 4 ماه که من این طرحو بردم گذاشتم جلوی ایشون در کنتیکت، ایشون بدون اینکه باز کنه گفت احمد حالا چه ریختی فرار کنی؟ خب شما یه آدمی که اصلا جرأت نداره، شجاعت نداره، رو که نمیتونید در مقابل افراد زیادی همین امروز در ایران بذارید که حاضرن برن رومین را برن، یا برن کشته بشن، یا بدون به خاطر حالا هرچی که بهش معتقد هستن، حالا یا اگر اون اعتقادات درست و غلط شن من وارد نمیشم، ولی در اصل این دوتا رو جلو هم نمیتونید بذارید. که شما، من همیشه حالا تو همین مصاحبه هم که این شاید شما دیده باشید و اینها، گفتم اگه شما حقید باید محکم وایسید و بجنگید و با تمام وجود و پیروز شید، اگه هم حق نیستید که نباید باشید. و اینا اصلا نمیدونن چی هستن که حالا حق و ناحقش رو بدونن چیه. بعد خود آقای رضا پهلوی که هنوز داره میگه که من نمیدونم من جمهوری طلبم یا سعی، ایشون تنها چیزی که داره که میتونه ایشون رو متمایز بکنه از دیگران این است که پسر پدرشه و وارث تاج و تخت پدرشه و پدر بزرگشه، ولی ایشون که اصلا کاری نداره به اونها. اونها میخواد خودشو جدا کنه و بگه که من اصلا شهروند هستم. من حالا اصلا معلوم نیست ایشون به قسمی که خورده هنوز نیومده بگه که آیا ایشون 100% بهش متعهده یا نیست، اصلا نمیگه هیچی. اینجوری که نمیشه که. شما اول اصلا باید ببینید انقلاب ایران قاطعیت عمل آقای خمینی و ضعف عمل شاه بود، که حالا ضعف عمل شاه رو که ما میندازیم گردن، البته تقصیر خود شاه هم هست و ولی حضرت شهبانو، ببخشید که اینها میخواستن شاه بره خودشون حکومت کنن، آقای خمینی آمد ازشون گرفت، این اصل قضیه است. ولی این اینجوری که شما خودت ندونی که اصلا کی هستی، چی هستی، چی میخوای، از کجا آمدی، اصلا قدرتت چیه، قدرتت چیه. آقای رضا پهلوی اونچه که متمایزش میکنه از دیگران پسر پدر بودنشه، که ایشون هم رو اون اصلا هیچ بحث نمیکنه. بعدم دموکراسی که حالا صحبت میکنن که الان در ایران عملی نیست، که آیا ما بشینیم حرفایی بزنیم که عملی نیست، خب فایدهش چیه؟ ببخشید منو، من حالا من ببینید من حقیقت رو به شما، حقیقت ممکنه عده‌ای دوست ندارن بشنون، ولی در حقیقت حقیقت باعث میشه که شما راههای کج رو نرید، راه راست رو پیدا کنید و بعد به نتیجه برسید انشالله.
اینا چیزایی که خودم از نزدیک همه رو دونه دونه دیدم، خودم نقش داشتم، خودم بازی کردم. این چیزایی که الان برای شما میگم به دو چیز، حالا من یه چیزی که حالا اونم دیگه تقریبا 100% براتون خواهم گفت، ولی اون چیزی که الان میبینم خب این چیز دست اول نیست، این دست دوم سومه و به علاوه، و اینو قاطی شما میکنید با تجربه و شناختی که من از این افراد دارم. متوجه عرض من هست؟ حالا این ما برگردیم به این شورای ملی که درست شده بود با این خانم گلستانه و آقای پیرزاده، یه همچین چیزی دیگه نه؟ اینها خب بتونم یه گروه درست کردن که برن انتخابات آزاد در ایران برقرار کنن. این حالا دیگه چون من با همه اونایی که توش بودن و اینا هم صحبت کردم براتون هست، ما هم اول که خودشون در انتخابات خودشون تقلب کردن که این خیلی بده که شما 500 نفر که دوره هم هستید نمیتونید یه انتخابات انجام بدید، بعد میخواید برید یه انتخابات 80 میلیونی انجام بدید. و اینکه بعدم آخر سرش این تا اونجایی که من شنیدم و موثق هست، خب اینا رفتن مقداری پول جمع کردن و بعد دونه دونه همه افراد این 500 نفر رفتن و فکر میکنم یه 15 نفری شاید باقی مونده بودن آخر سر. بعد آخر سر آقای، و این حقیقته تا اونجایی که من از چندین جا شنیدم، اینها میرن با سعودی ها تماس میگیرن و با آقای رضا پهلوی و خانوم ایشون و خانوم گلستانه و آقای پیرزاده میرن به عربستان سعودی که 50 میلیون دلار از سعودی ها بگیرن. در اونجا آقای رضا پهلوی به اینها میگه، به آقای پیرزاده و اینها میگه که این پول رو باید بذارید به حساب خانوم بنده، که اونها میگن که نه این مال شورای ملی است و باید بره به اونجا. و بعد رضا میگه که من میخوام خودم با سعودی ها صحبت کنم، میره باهاشون صحبت میکنه و میگه پس 40 میلیون به من بدید، که اونها بعد فرداش میان و هر دوی پولا رو نمیدن. و این باعث میشه که بین آقای پیرزاده و گلستانه آقای رضا پهلوی دعوا بشه و همین آقای رضا پهلوی از چیز در بیاد، از این شورا، و این شورا در حقیقت به هم بخوره دیگه. حالا هستن روز، ولی دیگه آقای رضا پهلوی هم توش نیست. و آخر سر هم شنیدم سر اون 100 و خورده هزار دلاری که هنوز از پولی که مردم داده بودن اونجا بود، بین آقای پهلوی و آقای پیرزاده کتککاری میشه. حالا الحمدلله بین من و ایشون کتککاری نشد. در نتیجه این یه خودش نمونه است از چیزی که مثلا پارسال تموم شده. بعد این وسط دوباره سعودی ها آمدن دارن پول خرج میکنن، سعودی ها دارن حسابی پول میریزن. و خب آمدن این آقای آهی و این آقای من پرهامه، هم چیه که آقای آهی رو که من میشناسم، یه برنامه‌ای که با همین آقای امید دانا اجرا کردم که یه انسانی است بسیار 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 پست، یعنی اصلا این مادر خودش رو در هر ثانیه میفروشه، یعنی شما اصلا تو تمام این اپوزیسیون یه همچین آدم پستی ندارید، که من دونه دونه کارهای او رو براتون شرح دادم در اون مصاحبه، لااقل اونایی که خودم از نزدیک دیدم. این حالا اومده و این گروه رو اینها درست کردن چون میدونن یه پولی آمده و این پول باید خرج بشه. حالا آیا این به نتیجه برسه نرسه فکر نمیکنم، چون اول از هر چی مهمتر، ببینید قبل از اینکه شما هر کاری بکنید باید آدم داشته باشید، و اینا کسی چیزی که رئیسش آهی باشه که قربونت برم دیگه، خدا رحم بکنه به. نه این به نتیجه‌ای نمیرسه قربونت برم. بعد شما مثلا این چیز رو دیدید، این مصاحبه رو دیدید، این مصاحبه ای بود که همه آقای آهی و احمد و اویسی ترتیب دادن در این تلویزیون میدان، اینم هم چیه مال سعودی ها. خب اینا یه شو درست کردن، چند میلیون دلار خرج کردن. این مصاحبه من و شما امروز هیچ خرج نداره دیگه، یه حد اقل خرج داره، یعنی اونا رو چند میلیون دلار خرج کردن، اون رو درست کردن، حالا چقدر اثر میذاره؟ هیچی. باید ببینید، باید حقیقت توش باشه. حقیقت میمونه، باطل از بین میره. حالا من 100 تا براتون مثال میزنم. باید حقیقت باشه، باید مردم اطمینان کنن. من دلیل اینکه اصلا با همین آقای رضا پهلوی اینا
اول که به هم زدم که سال یعنی آمدم گفتم دیگه سلطنت طلب نیستم میخوام برم، سر این قضیه بود که میدم اینا به خاطر 10,000 دلار ممکنه چند صد نفر رو به کشتن بدن. خب این که درست نیست که. شما خلاصه می مسئولیت ها اینا دو طرفه است، یه طرفه که نیست که. برای اینکه ایشون کاری نمی کنه با ما شنیدی که کاری نمی کنه و در زم دورش رو هم چیدن. میگه حالا یه صحبتی هست که تو کتاب آقای تیمرلن هست، حالا این بعد از اینکه من دعوام شده با آقای رضا پهلوی، درسته؟ به نام All Fall Down. صدای من میاد یا نمیاد قربونت برم؟ حالا خودم نباشم خیلی این هم یه روزی انشاءالله ظهور ببس. ولی اینو بیم بعد اینا میگن که FBI متوجه میشه که دور آقای پهلوی رو چند وقت تا 4 نفر تو دفتر ایشون کار میکنن، 3 تاشون برای جمهوری اسلامی کار میکنن و آقای احمد اویسی برای جمهوری اسلامی کار میکنن. این دیگه در کتاب Conto Crisis یه همسی چیزی مال آقای تیمرمنه، این کندی مرمن، و ایشون میگه که به FBI زنگ میزنه به دفتر آقای رضا پهلوی و میگوید که آقا ما میخوایم بیایم ایشون رو ببینیم، به سکرتریش میگن، و روزی که میخوایم ایشون رو ببینیم این آقای احمد اویسی نباید اونجا باشه. و اون روز این FBI میرن و میشینن و میبینن آقای احمد اویسی اونجاست و میگن که خیلی خوب، اول خوب یه ذره ناراحت میشن، بعد میگن که خیلی خوب ما که حرفی نه، ما حرفمون رو میزنیم. بعد در اونجا میان میگن دور شما رو الان جمهوری اسلامی گرفته، you have a serious breach of security، و رئیسشون هم آقای احمد اویسیه، آقای احمد اویسی هم از افراد اوناست. میگن رضا پهلوی برمیگرده به آقای احمد اویسی میگه احمد اینا راست میگن، اونم میگه نه قربان اینا غلط میکنن، بی خود میگن اینا. آقای رضا پهلوی هم برمیگرده به FBI میگه که ببینید شما بی خود میگید، تموم میشه. میگه بعد اینا که میان بیرون میگن که میگن که واقعا حیف پول مالیات دهنده های آمریکا که ما داریم خرج آقا میکنیم. آقا این کاره نیست شما. و بعدی هم دورش هم چیدن، در نتیجه جمهوری اسلامی از آید اصلا جمهوری اسلامی میخواد که آقای رضا پهلوی به عنوان اپوزیسیونش باشه، چون نه خودش کاری میکنه و جلوی کار بقیه رو میگیره. این شما که شما به تاریخ نگاه کنید، به این تاریخ 40 ساله ما نگاه کنید، ایشون فقط عامل بازدارنده بوده، ایشون کاری نکرده که. همین که وقتی بگید که من دموکراسی میخوام و من طرفدار آزادی زنان هستم و من طرفدار فلان هستم، اینا که خب ایده هم خواهی کف میزنن، میگن به 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 ایشون چقدر قشنگ صحبت. ولی اصل قضیه اینه که آقای رضا پهلوی خودش علاقه نداره. میگم شاه در آخرین مصاحبهش غفریدون صاحب جمع میگه این رضا که علاقه ای نداره، امیدوارم من اشتباه کرده باشم. آقای کیسی که رئیس CIA بود که به اینها ماهی 150,000 دلار میداد، بعد از 3 هفته برگشت گفت که this young man is not interested، که ایشون علاقه ای نداره، ما داریم وقت و پولمون رو تلف میکنیم. خود احمد اویسی من میگفت وقتی شاه میامد میگفتش که این رضا چرا اینجوریه. درجه این مگه چقدر بعد من که همه رو برداشتن نوشتم، من یه برنامه ایجا کردم با همین هم با آقای سربی هم با آقای امید دانا که راجع به شخصیت ایشون رو که کاملا شرح دادم که ایشون رحم به هیچ کی نمی کنه. ایشون علاقه اصلا رحم تو وجودش نیست. این چیزای قشنگی که میاد نشون میدید که اینا که حقیقت نیست که. حقیقت رو نگاه کنید، بی خودی بیدنید وقت رو نباید صرف، یعنی رفتن دنبال جمهوری چی میان، رفتن دنبال آقای رضا پهلوی اون چیزیست که جمهوری اسلامی هم میخواد. خب یه مقدارش خب دوروبری ها میگیرن،
حالا من برای شما میگم، بعد شما بنویسید. بعد یه مقدارم نگر میدارن، میخورن، میگردن، زندگی میکنن. من یه کتابی نوشتم به نام من و رضا که تمام مثلا اون 7 سالی که ما با هم بودیم تمام هزینه ها در پی میخوانم فصل سوم این کتاب آمده، و این خودش یه نماینگر خوبیه از اینکه حالا ما زمانی که من با ایشون بودم، ایشون به گفته خودش و این کتاب هم انتشارات اقبال چاپ کرد در ایران، هم خلاصه میشه رفت از انتشارات اقبال شد گرفت، چون عده‌ای نمیخواستن که این کتاب پخش بشه. و اینی که میگم که ایشون در داخل ایران نفوذ داره بی خودی نمیگم. بعد در اونجا، ولی در اونجا در همون زمانی که من با ایشون بودم، ایشون هر بار آمد در دادگاه گفت من به هر کی که کمک کردم تقصیر این احمده، و این احمد میامد و منو مجبور به کمک به مردم میکرد. حالا شما اون کمک به مردم رو از توش در بیارید، بقیهش دیگه نشون داده میشه دیگه. پول هاییست که دوستان میگیرن به عنوان مشاورین، بعدم سفر میرن، سفرهای تفریحی میرن. ما هر سفری که با ایشون میرفتیم میامدیم 200-300 هزار دلار خرجش بود. در نتیجه خیلی مشکل نیست اون پولا رو خرج کردن. یعنی این، ولی یه دونه، ولی یه بهترین راهش اینه که شما تمام هزینه های 7 سال رو میبینید. فقط چون ایشون خودش آمده 2 بار یا 3 بار هر بار وارد دادگاه شد، گفت به هر کی کمک کردم تقصیر اینه، اگه این نبود من به هیچ کی کمک نمی کردم. تعجب کردم، گفتم ایشون اگه آدم فهمیده ای بود، البته حقیقت رو گفت، ولی این می آمد انقدر به من فشار می آورد که برای اینکه من خودم رو خلاص کنم می گفتم من بده، متوجه است، و به هر کمک کردم تقصیر اینا. مستند ها و استنادش هم در کتاب هست. این در این کتاب در ایران هستی، در ایران چاپ شد به وسیله انتشارات اقبال به نام من و رضا، و این تمام اینها در فصل سوم تمام هزینه های این حبس، من تمام حسابداری رو دادم برای اینکه دیگه هیچ گونه چی میگن، و همه اینا حسابداری هایی است که در خود دادگاه آمده و همش چیز چی میگن، همه اینا پشتیبانی داره، چی میگن، به استند داره، مستدله. مثلا این آقای شعبان جعفری آمده بود گفته بود که بله این انصاری گفته که به من پول داده، این دروغ میگه و همه پولا رو خودش گرفته خورده. بعد من تمام چیزا رو که خود تو دادگاه بانک برای دادگاه فرستاده بود، پولایی که دادن، پولایی که به حساب ایشون ریخته شده بود، و من سنداشو چاپ کردم، مثلا که خیال همه راحت بشه. ولی همه اینا به صورت، ولی اینا بیشتر هزینه خودشون میشه دیگه. این به قول معروف گفتم ما یه سفر که هر سفر که میرفتیم 200-300 هزار دلار 500 هزار دلار خرجش میشد. اینا خرج کردن براشون خیلی